ستاره ستاره یک دو بیام یک دو بیام انتگرال ایکس یک ای به توان جی تتا در ایکس دو ای به توان جوی اومگا منای تتا. گل پسر. بله استاد. مثل این که خیلی بلدی. نه من فقط داشتم بلند بلند به جواب مسئله فکر میکردم. در واقع من داشتم به راه حل دومی فکر میکردم که فکر میکنم راه حل خانم ناصری خب خیلی بهتر باشه، چون ایشون با توجه به خاصیت ضرب میخوان انتگرال معادله رو روی هر فاصله‌ای به طول دو پی حساب بکنن که اون میدونین انتگرالش با انتخاب تتا بین منفی پی تا وی به دست میاد و از اونجایی که خب معادله شبیه یک کانولوشن نامتناوبه که خب البته ایشون میخوان تبدیلش بکنن به کانولوشن معمولی، فکر میکنم فقط کافیه که جای تتا اومگا رو بذارن. بله همینجوری. اسم شما چیه؟ من مرتضی قربانی هم استاد. آقای مرتضی قربانی. عمو حسین عمو حسین چه تو این همه داری داده حوال میکنی؟ اینجایی؟ به جای سلام کردنت بعد این مدت که نیومدی سر بزنی؟ و همش درگیر درس و دانشگاه بودم. سلام علیکم. علیک اینو بگی ببرم استول اون وریه. حالا اینجا با اونجا چه فرقی داره؟ خب حتما فرق داره شازده، حتما فرق داره. این هم نبودی حالا برای من تعیین تکلیف هم میکنی؟ برو بذار اونجا یه دونه از اون جعبه هم برده از اون سینه راه پر کن برده بیار نقم نزن برو. اما حسین میخوام یه چیزی بهت بگم، ایشالله که کتک هم نمیزنی باشه؟ برو. حالا بگو چی میخوای بگی؟ واقعیتش اینه که چی جوری بگم، میخوام زن بگیرم. چی؟ اسمش ستاره است، از بچه های دانشگاه مونه. خیلی دختر خوبیه. حالا ایشالله قسمت بشه ببینیش. آخه کی به تو زن میده؟ اونا هم همینه گفتن، گفتن بزرگتر نداری. پس من کیم؟ من نوکرت هم که این چیزا رو خودت میفهمی. ای زبون باز، ای زبون باز. امیر، امیر خدافظ. خدافظ. چیه تو یه تعطیلی میشه همت تو میخوای دوری دریا کنار؟ تو خودت مگه کجا میخوای بری؟ من خونم خبر مرگم. البته شما بذاری. خسته نباشی. شلوک رکسی جیمی جون بچه ها کجایید؟ بیایید مهمونیه. ای بابا این سینا هم آخه با درستش نکردی ها. خوابیدی؟
نه داشتم فکر میکردم. فکرم میکنی؟ به چی فکر میکردی؟ یا تو مهدی میومدی دنبالمون؟ منو بابامو ور میداشتی با هم دیگه میزدیم تو دل کبیر. خیلی کوچیک بودی، تو چجوری یادته؟ مهدی خیلی چیزا میدونست، فکر میکردم خیلی بزرگه. ای روزگار. ولی بعدن که بزرگتر شدم فهمیدم 13 سال سنی نیست. من هنوزم بعضی شبا خوابش میبینم. تو خوابام من 20 سالمه، اون 13 سالشه. ولی بازم از من بزرگتره. عجیب نیست؟ ببینم امشب میتونی عشق من پیرمرد در بیاری؟ من غلط بکنم؟ اما راسته میگن هر کس تو آسمون یه ستاره‌ای داره؟ بگیر بخواب، عاشق شدی داری دریوری میگی؟ لا شما هم هی بزن تو پر ما. به فکر آینده باش پسر، ما گذشتمون دوزار نمیارسید، همش آوارگی و بدبختی و زلزله و بیکسی. من آیندم هم که نیستم، ولی دنیا مال شما جوناست. تقویم 95 داری پیر مرد؟ زدن مگه؟ برای چی میخواد؟ نخندی ها، دنبال یه روز عید میگردم برای عقل. بیتربیت، به تو چه ربطی داره؟ ای بابا، نه بداره نه ببار، من تو بزرگتر نداری. یه خود یواشتر سروی. نام مقتول بر اساس کارت ملی داخل جیبش مرتضی قربانیه، استعلام شده دارای سابقه کیفری. رد چرخهای موتور و چند رد پای مختلف هم حوالی صحنه جنایت دیده میشه، ولی سگای ولگرد اصالت صحنه جرم رو به هم زد. به پیوست عکسای صحنه جرم تمام. پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت. اینو که زدن آشولاشش کردن نامردا. خودشه؟ آره مرتضاست. خدا خوبه رو زود میبره جناب سر. بی رب تحویل من نده. من میگم تو زندان کسی باش مشکل داشته یا نه؟ تو زندان؟ اون اول که کفقابی میکرد یکی دو نفر تو نقش بودن که بلای سرش بیارن. ولی خب حاج محمد خدا بیامرز وکیل بند اون قبل از که اعدامش کنن هوا شد و شاخه کس و کاری نداشت بچه. ننه باباش تو زلزله و مرده بودن. کیا بودن اینا؟ کیا؟ همینا که میگفتی. آها نه نه نه، تو زندان که با همه همین جوری ان اوایلش که میاد. ما تو بودیم اونا هم تو بودن دیگه، با هم رفیق شده بودن. من فکر کنم شما باید برید سراغ حسین آقا. حسین رحیمی؟ آره آره حسین رحیمی. عین بابا بود. خیلی خوب خیلی خوب باشه. با اجازه با اجازه با اجازه. هر وقت دم تعطیلی جنازه میارن اینجوری میشن. آی گفتین حق دارین آی دکتر، حق دارین. آقا من اگه طرف مقتول از شما عذرخواهی، از شما هم اینطوره، ماجرا حل میشه دیگه؟ نه نه آقا حله. آخه عزیز من، برادر من، دم تعطیلی وقت تولید جنازه است. باشو برو شمال، باشو برو جنوب، افتادم به تولید جنازه. بشین خونه فیلم ببین، بشین یه سریالی فوتبالی چیزی ببین. بعد دکتر جان بعد بعدش سلامتی جمشه جون. تو فکر کردی اگه عصا قورت بدی میشی آلندولن؟ نه داداش من، نهایتاً بورویلی تو دایره سرخ. من این که گفتی که نمیشناسم کیه، همون نظر لطفته. حالا ما میگی اینجا الان چی کاره ایم؟ کی به کیه؟ دو تا به پیشونی و گیجگاه. بله دو تا هم از پشت سر وسط مخچه دیگه.
دیگه این که جای دندون سگ یه خراش سطحی کبودی روی گردن که مربوط میشه به تقریبا 10 ساعت قبل مرگش. مرگ دقیقا چه ساعتی اتفاق افتاده؟ دقیقا که پیشکش، اما بین ساعت 12 تا 1 کنیم شب. به نظرت من عصا خورد دادم؟ نه اتفاقا شما خیلی هم بعد تقریبا 2 سال که از طلاق میگذره هنوز حلقه تو انگشتش بوده. یعنی که چی؟ یعنی هنوز زنشو دوست داشته. حلقه داشت مگه؟ مقسوم علیه های 284 رو بگو. با چه میدونم تو هم؟ نپیچون دیگه. 1, 2, 4, 71 این سر 42 جمعشون میشه؟ میشه؟ میشه 220 دیگه. خیلی خب، حالا مقسوم علیه های 220 رو بگو. 220 بودو بودو 1, 2, 4 جدی؟ 5, 10, 20 22, 44, 55 سر در اینه نیست؟ نه. بعد جمع اینه چقدر میشه؟ میشه 284. 284 و 220 کلن میدونی که عاشق هم دیگه. کلن 4 جفت دادن که اینجوری کشف شدن، میدونستی؟ بعد ما جفت اونم متولد برج 4 دیگه، درسته؟ پس من نتیجه گیری میکنم که من بیشتر از 4 تا دوستت ندارم. 4 تا فقط دیگه؟ نه 4 خب عدد شانسمونه دیگه. بعد ما چهارشنبه با حسین آقا میام خواستگاری. حتما. چی شد آبجی؟ مرتضی چی؟ مرتضی رو کشتنش. تشه وقت دیگه میمادی. یه ساعت نیست از بیمارستان برگشته. ببخشید خبر نداشتیم. میتونیم بریم یه روز دیگه بیاییم؟ نه بمونید. این اواخر نمیذاشتم بیا پیشم، نمیخواستم این وضعمو ببینم. قصه میخورد بچه، قصه حداقل یکم مراقبتش بکنید. بله. شما غیر از اینی که وکیلشون بودین کلن چه نسبتی باشون داشتین؟ تو بم همسایه بودیم. باباش رفیقم بود، خودش مثل بچه‌ام بود. اصلا من بزرگش کردم. آخرین باری که دیدینش کی بود؟ قبل از اینکه وضعم اینجوری بشه 2-3 روز یه بار میدیدمش، ولی بعدش تلفنشو 4-1 جواب میدادم. بعد شیمی درمانی اولم قبل از اینکه جوری بشم رفتم بهش سر زدم. با هم شام خوردیم، با هم فیلم دیدیم. کم کم داشت وضعش درست میشد. امین بیا منو ببر بیرون، اینجا نفسم بالا نمیاد. چرا یه نفر باید مرتضی رو بکشه؟ خب ما هم میخواییم همین رو بفهمیم. این با کسی مشکلی چیزی داشت؟ نه، همه از این بچه راضی بودن. 3-4 ماه بود که رفته بود سر این کار، حسابکارش 100 میلیون براش جور کرده بود تا بتونه دیه اون مادر مرده رو بده. قبول نکردن بی وجدانا، گفتم باید همش رو بدی. آخه مرتضی با سند آزاد شده بود یه چند وقت. میدونم
کیه این صاحبکارش؟ آقای بهزادی. بنگاه معاملات ملکی داره. شوهر پری خانم. پری میشه نوه ناتنی خاله خدا بیامرز من. پری دندون پزشکه. وضعشون خوبه. رابطهشون هم با من خوب بود. مرتضی رو بهش معرفی کردم. پیش شوهر کار. همه تو هواش داشت. نزدیک محل کارش یه جایی هم دادن برا زندگی کردش. ازش راضی بوده که چم وقت اونجا زندگی میکرده اداده میداد. سفری. بله جام سر. فیلم های این دوربینه رو میخوام ولی دو روز قبل از قتل. بله حتما جام سر کنم. جانم کلید که یه دونه آقا بهزادی دارن، یه دونه دست مرتضی خدا بیامرز بود. آخرین بار مرتضی رو کی دیدی؟ همین دیروز طرف های ساعت 6 اینا بود. اومد تو سویچ آقا بهزادی رو داد و دنبال گوشیش میگشت، مثل اینکه گوشیش رو گم کرده بود. خب همین دیگه، بعدش هم رفت. نفهمیدی گوشیشو پیدا کرد یا نه؟ نه والا. باشه دمت گرم. در خدمتی. الو چی شده؟ گوشی رو بهش بده. لابد رفته این کافه یه دوستش، اسمش چیه؟ نه بابا مگه دست خودشه؟ اینو یه نگاه بندازه. سفری آره کنکورم میده، قبولم میشه. بابا یه چیزی بهش گفتی دلخور شده از دست. نه بابا شوخی میکنم. آره تو خودتو نگران نکن، من باش صحبت میکنم. خیلی خوب باشه قربان تو، خدا نگه دارد. ترکیه؟ بله بلیط برگشتشون هم برای دو هفته دیگه است. اینم چیزه، پرینت بانک 200 تومن از توش برداشتن. که امروز صبح؟ آره. پیگیری کردین اینو؟ حالا گفتم فیلم دوربین این آبربانک رو بفرستم ببینیم اصلا کی بوده. سفری چی شد؟ جناب سرگرد خونه که فرمودین چک کردیم، کسی خونه نیست. همسایه‌ها میگن مثل که ظاهرا مسافرت هم. میگم میخوان یه زنگی به این حسین آقا بزنیم ببینیم شماره ترکیه این بهزادی و زنشو داره یا نه. اینه دیگه، من نگم دیگه، خودتون پیگیری کنیم. آقا میتونیم بریم؟ بفرمایید. یه بار از این آبربانک موجودی گرفته، یه بارم پول برداشته، الانم حدودا یه 3 تومن اینا تو حسابش هست. مراقب باشین موقع کارتو نبندن، بعدم گوش به زنگ باشین برای برداشتای بعدی. چشم، حواسمون هست. اینم فیلم دوربین بونگاست، یه چند ساعت قبل از قتل، ساعت 6. شاید میکنه. خب دیگه چی؟ و
اینم یه چند ساعت بعدشه، ساعت 8. این وعید بهزادیه. این وسط هم هیچ رفت و آمد خاصی نبوده. و اینم فیلم در خونه بهزادی تو فرشته، ساعت 1:15. جاب سرگرد، اینجا رو نگاه کنید، هیچ عجله ای نداره، ولی از محل کارش تا در خونش تو اون تایم ترافیک یه ساعت بعد میرسیده دیگه، ولی 5 ساعت و ربع طول کشیده. بله بفرمایید. جناب سرگرد، خانم ناصحی اومدن. خانمه؟ خانم ستاره ناصحی، همسر سابق مرتضی قربانی. من الان باید میگردم. باش. من خب وضعم اصلا خوب نبود، بابام فوت کرده بود، یه ما بعدش هم مامانم، خونمونو تحویل داده بودم، با حمید زندگی میکردم داداشم دیگه، رو حرف حمید حرف نزدم، ولی من مرتضی رو واقعا دوستش داشتم. آخرین بار کی دیدیش؟ چند روز قبل طلاق بود رفتم زندان دیدمش، که اون آخرین بار بود، کنم 2 سال پیش بود. میدونی آزاد شده؟ بله. پس کجا؟ حمید بهم گفت، یه روز اومد گفت مرتضی آزاد شده و ازش خوب شده، برو بگو مهریتو بده. خب من مهریمو بخشیده بودم، ولی حمید مخالف بود، من نمیتونستم یه قرض دیگه بندازم گردنش. اون وقت شما چیکار کردین؟ من؟ هیچ. حمید دلش پاکه، خیر منو میخواد، منتها نگاه خودش. یعنی اصلا تحقیق نکردیم ببینین که راست میگه دروغ میگه؟ خب نه. الان اون آقایی که همراهتون اومده بیرون برادرتونه؟ بله. اینم از آیندش، اول زندان و حالا هم که خدا بیامرزدش. البته از دیوار کسی رفته بود بالا، آدم کشته بود مگه؟ با چیکار کرده بود؟ نه منظورم اینه که چاقو که نکرده بود تو شکم کسی. با چه فرقی میکنه؟ فرق نمیکنه. مرتضی بیچاره از اولش هم شانس نداشت. من نباید به حرفتو گوش میدادم، نباید ازش جدا میشدم، اگه ولش نمیکردم تنهاش نمیذاشتم الان اینجوری نمیشد. خیلی دعوا رو اینجا تموم بکنید، فایده ای هم نداره. شما چند لحظه بیرون تشریف داشته باشین. بفهم. خوب 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 آقا سر،
ببینم این آقا مرتضی رو آخرین بار کی دیدی؟ 2-3 سال پیش قبل زندان رفتنش. اون وقت اصرارت برای طلاق چیه؟ اصراری نداشتم. ولی اون چیزایی که ما از خواهرتون شنیدیم معنیش یعنی اصرار. چی شنیدین مگه؟ من سوال میکنم. ببخشید. والا خوب نبود بپیچه تو در همسایه و فامیل که دومادمون تو زهر در اومده. طوری هم نشده بود. ما یه پسرخاله داریم الان مالزیه. همیشه میخواست ستاره رو. من تلفنی بهش گفتم قضیه رو. بعد اونم گفت هنوزم میخوادش. اول طلاقشو بگیره بعد عقدش میکنه میبرتش. چی شد؟ بعدنها از فامیل آمارشو گرفتم. مشکل داشت بی وجدان. دیگه ستاره خودشم نه آورد نشد دیگه. آها پس شما از اونایی هستی که اول منا رو میدوزی بعد چاله رو میکنی. خب گفتی این آقا مرتضی رو کی دیدی؟ اما قدیما قبل رفتنش به زندان. ولی به گواهی خواهرتون شما درست اونو بعد از آزادیش از زندان دیدین. بعدم فهمیدی که وضع مالیش خوب شده. من نگفتم دیدمش، گفتم شنیدم. از کی شنیدی؟ یادم نیست. یادت نیست؟ باشه، یادت میاد، وقت زیاده. سفری سلام. دارم صاحب. سلام. این آقا میره بازداشتگاه. فقط گوش به زنگ باشید، هر وقت گفت داره یادم میاد فرداش همین موقع برش میداریم میاریم اینجا. بفرمونه. بله جناب صاحب. باش آقا. آقا چرا جناب صاحب؟ چرا نداره برو. آقا من اشتباه کردم، من معذرت میخوام، یادم اومد. برو باشی. با من امری نیست؟ خیلی ممنون. بفرمی. من از پدر مقتول شنیدم، آقای جوانشیر. مگه باشون در ارتباطی؟ ارتباط که نه، همون قدیما 2-3 بار با خواهرم رفتم برای رضایت، یه شمارهشون هم داشتم. زنگ میزدی حال احوال میکردی هر از گاهی؟ نه، از این برابر شنیدم آزاد شده، بعد من زنگ زدم ببینم جریان چیه. مگه نگفتی از آقای جوانشیر شنیدی؟ اصلش آره از آقای جوانشیر شنیدم، ولی قبلش شایعه و اینو در و همسایه. چی گفتن اون وقت آقای جوانشیر؟ گفته 100 میلیون برده رضایت بگیره، منتها اونو رضایت ندادن، راضی نشدن. راضی نشدن؟ بله. اون وقت نگفت کجا آورده؟ نه والا. تو گرمت نمیشه یقت اینجوری بستی؟ باز کن اینم، باز کن یقتو، باز کن. چیه این زخم؟ گربه است، جای چنگ گربه پسرمه، چنگ انداخته. گربه نگه میداره خونه؟ نه، بچه‌م از خیابون آورده بزرگ کرده. وقت تو باش بازی میکنی؟ نه بازی که نه، اتفاقی پری تو بغلم چنگ. آی سفری خواهیم گرد از تشویره. بله. این حیوان برادرزادتون چه نژادیه؟ بله. حیوان داره دیگه، مگه نداره؟ آم بله، یک گربه. اون وقت این از این پرشیان هاست یا چی میگن؟ نه از این خیابونی هاست، بچه که بود از تو خیابون رو بردنش، الان ولی بزرگ شده. چنگ هم میندازه؟ خب یه وقتایی. خیلی من بفرم. چقدر مونده؟ حالا داریم میریم دیگه پیاده. الان اگه سوار موتور بودیم رسیده بودیم اونجا سر اون خیابونه. حالا نیستیم، داریم پیاده میریم. بله. وای مرتضی، اینا رو نگاه چقدر خوشگلن. دست نزنی یا چنگ میزنن. چقدر هم لاغرن. خوبن دیگه. بذار ببینم یه چیزی پیدا میکنم بدم بخورم. چطوری؟ یا بابا پس
دست در نکن. چه خبر آقا مرتضی؟ قربونت بابا، تو خوبی؟ از این کلاسای کنکور چه خبر؟ همه چی ردیفه دیگه نه؟ مگه مامان به تو نگفت؟ چرا نمیخوای ثبت نام بکنی پیش دانشگاهیو؟ برای چی برم دانشگاه؟ سربازی رو معافم دیگه، مستقیم میرم سر کار علی که خودم رو منتر دانشگاه بکنم. کافه دیگه. آره، مگه چشه؟ مادر من از من دکتر در نمیاد. من نمیدونم چه چیزیه که اصرار داری من دکتر بشم. هی میخوای با مدرک پزشکی من به بقیه پوز بدی. با مادر درست صحبت بکن. تو از این خوب درست صحبت کردنشه. بابا چیزی نگفتم. میگم خب اگه اینقدر دوستشی دکتر بشی خودت میشدی. من نمیفهمم. این که تو بری جلو مردم غذا و چای بذاری کجاش کیف داره؟ اصلا این کار در شأن توئه؟ اول من باریستام، دوم اون کاری که شما داری میگی سالن کاره. اون دفعه هم بابا داشت میگفت که کار آن نیست. هر وقت که دیگه جواب ندارم. الان یه مشتری داریم، مشتری دوام هم هستش واسه همین کافه. اون دفعه داشت میگفتش که علیکی نمیدونم رفته پزشکی خونده و تخصص گرفته، کارش تجارت آهنه. گفت که عمرمو هدر کردم، آخرام هیچی. حالا اون نظر خودشو داره. من نظر خودمو دارم. میگم آقا جون، شما درستو بخون به خاطر من و مادرت. کارت هم بکن. صبح مدرسه است، عصرش هم کافه ای، چه میدونم سر کار دیگه. جمشید. بذار کاری که دوست داره انجام بده. شما اصلا برو تجارت آهن. اونجا قبلش لیوان دور من بده. چش. بس. بس. صورتت چی شده عمو؟ فعلا ناراضی ام، اما تو نگران نباش، راضیشون میکنم. عمو جون من دیگه نرو در خونهشون. با آزادی مشروط شد اولم راضی نبودم. دادی ها رو وکیلش اومدن اصرار کردن که نمیدونم حسن سلوک داشته تو زندان، پسر خوبی بوده، بره کار کنه بتونه دیه رو بده. من به پولش نیازی نداشتم، وگرنه از اول گفته بودم قصاص. بچه همو کشته باید قصاص بشه. اونا رفتن شاهد آوردن، تهمت دزدی زدن، شاهد بردن، کردن شبه هم قتل هم تو بچه همو. خدا هم جای حق نشسته، جزاشونو داد، جواب همهشونو داد. میدونی این حرف ها ممکنه باعث بشه بهت مزدون بشیم؟ مزدون بشیم؟ به چی؟ من اگه کشته بودمش روز اول میگفتم کشتمش، با افتخارم میگفتم. من قانون قبول کردم، اونم باید قبول میکرد، باید کل دیه رو میداد. برای همین وقت 100 میلیون آورد گفتم یا کل پول یا رضایت بی رضایت. شکر خدا دستم به دهنم میرسه، محتاج پول خون بچه‌م هم نیست. شما در مورد این 100 میلیون با کسی حرفی چیزی هم زدین؟ با غریبه نه. با کی مثلا؟ مثلا برادر زن سابق همین مرتضی قربانی. کی هست اصلا؟ من نمیشناسمش. آها، چند وقت پیش یکی زنگ زد گفت نمیدونم فلانی وضعش خوب شده، ماشینی میلیاردی سواره، پول دیه شما رو داد. گفتم نه، 100 میلیون آورده، منم قبول نکردم. اسمشو پرسیدم اونم جواب ندم، قطع کرد. بعدم پی داستانو گرفتم دیدم نه بابا، از این خبرها نیست، همچی پولی نداره اینا. خیلی خوب، شما شب جمعه بین ساعت 12 تا 1 کجا بودین؟ شب جمعه 12 تا 1؟ بله، برون بچه خواهرم بود، همه فامیل هم شاهده. سلام هم حسن.
چرا اینقدر شل میای؟ چکره تا مخلص. تو فیلم ها قدیما وقتی طرف از زندان میامد بیرون یه نگاهی میکرد به خیابونا، میگفت تهران عجب عوض شده. نظر شما چیه؟ من که هنوز تهرانی ندیدم. آفرین، باری کلی بودکش هم اینجاست. چرا؟ برای اینکه اون وقتا زندان قصد تو تهران، حالا زندان خارج از تهران. تا طرف بخواد از زندان بیاد بیرون، از خیابون و جاده رد بشه، دیگه دل و دماغ تهران دیدن نداره. من کلن نگاه کردنم نمیاد. عجب جمله خفن، خیلی سنگین بودم. باری کلا بگذاریم، با چند جا صحبت کردم بری برای کار، تدریس خصوصی، این ماشین هم هست، بری مسافرکشی، چیزی تا جایی که قصه دیگه عقب نیفته. موقتیه دیگه، وام هم که درست شد کم کم درست هم میری ادامه میدی. دیگه چه فایده ای داره؟ حرف بی خودی نزن، همه چی درست میشه، خیالت راحت میشه. سند از کجا گیر آوردی؟ از یه جا، به تو مربوط نیست. خدا وکیلی هیچ که اندازه شما هوای من نداشتی. لوس نشو، من خودم هم از خودم شاکیم. این همه سال هرچی در آوردم خرج رفاقت و کتاب و خرجای علکی کردم. آقای حمید ناصحی؟ بله. کلاس تشریف بیارین. بفرمایید. ما که بازرسی منزل رو داریم. برای چی اینقدر دروغ میگی؟ چه دروغی گفتم آخه؟ از این 100 میلیون از کی شنیدی؟ به خدا از خود جوانشیر شنیدم. قسم نخور، جوانشیر یه چیز دیگه داره میگه. بی خود میگه جان شما. من بهش زنگ زدم گفتم به پسرتون کلا نذاره. گفت 100 میلیون برداشته بوده که رضایت بگیره. برای چی گفتی سرتون کلا نذارم؟ بود از یه جایی یه چیزی شنیدی دیگه؟ آقا من که اون روز بهتون گفتم، من یادم رفت. بعد شما قولم کردی منم یه چیزی همینجوری گفتم. ببین اینجا یه چیزی همینجوری گفتن نداریم. وقتی چیزی رو مینویسی و پاش امضا میکنی برات بار حقوقی داره. از 3 ماه تا 2 سال حبس. قتلم که دیگه جای خودش. آقا به خدا من نکشتمش. اول که میگی ندیدمش، حالا شده نکشتمش. چیه قضیه؟ به منم بگو. آخه آره ببخشید من بهتون دروغ گفتم، ترسیدم. دیده بودم شما. ولی چی؟ بگو. یک سال پیش دم مترو دیدمش. کدوم مترو؟ میرداماد. از ماشین شاسی بلند یه خانومی پیاده شد رفت سمت مترو، داشتم میخندیدم. خانم چه شکلی بود؟ سنش زیاد نبود ولی برای مرتضی مسن بود. بعدنو یکی دو بار تو خود مترو دیدمش. مگه موتوری هم با مترو این برمر میرن؟ موتورم خراب شده بود چند ماه دیگه با مترو این برمر میرفتم. خلاصه یکی دو بار دیدمش. مونده بودم کلا این چرا آزاده. بعد گفتم دنبالش رو بیفتم ببینم کجا میره، سر از کجا در میره. هفته تیر پیاده شد رفت سمت خیابون، چی بود اسمش؟ خیابون خردمند جنوبی. اونجا رفت توی بنگاهی و در اومد سوار ماشین شد رفت. مطمئنی همون ماشین بود؟ آره همون بود. پیش خودم فکر کردم شاید با خانم ریخته رو هم داره تلکش میکنه. برای همین من به ستاره گفتم بره بابت مهریه صحبت کنه. مگه نبخشیده بود؟ به خیالش پسر نداره بخشید. حالی که داشت چی؟ کلن منطقه دو دوست دارم آه. بگو. همین دیگه. پس هیچ وقت با هم روبرو نشدین؟ نه. خوب فکر کن بعدن اگه حرفت عوض بکنی خودت میدونی ها. آدرس این بنگاه هم مینویسی اینجا. خودتو به مشمردگی نزن. ببین روزی که پشت فرمون ماشین شاسی بلند دیدیش کی بود؟ 5-6 ماه پیش. 5 یا 6؟ تقریبا 6 ماه. خیلی خوب. حالا قضیه 100 میلیون از کی شنیدی؟ آقا یه جلوفه این چیزی به من بدی، من میگیرین دارم به خدا. همه ای چیزایی که گفتی به اضافه آدرسش اینجا بنویس تا بگم برات بیارم. بله خانم دکتر در خدمتم. خسته نباشین، خیلی همه جا تمیز شده بود. قربان شما، وظیفه بوده. کجا میری؟ بیا سر را برسونمت. نه من رام دور نیست، میرم تا همین مترو. تعارف نمی کنم، مسیرمه، بیا برسونمه. آخه مزاحمتون نیستم؟ نه خواهش میکنم.
عجب، پس با این سن کمت زندگی ها کردی؟ زندگی که والا چه عرض کنم؟ نه اتفاقا پخته شدی زود. حسین آقا رجوع شما به من گفته بود، البته امروز متوجه شدم همونی هستی که گفته. تدریس هم میکنی؟ آره موردی باشه بله، هم زبان درس میدم هم ریاضی. شماره تو واسه منشین بذار پس. آها من کارت ویزیت هم دارم. ای چه خوب. لطف کردی. با اجازه خداحافظ شما. این جیبش پاره است، احتمالاً دعوا کرده بوده. آره بعد بریم اون اطراف بپرسیم ببینیم کسی دعوایی چیزی دیده تو اون ساعت یا نه. بریم فایل بعدی؟ نه بازم هست. کلا معلوم نیست چی کار میکنه، هی میاد و میره. ببین این احتمالا فهمیده گوشیشو گم کرده، حتما وسط همون دعوا هم بوده. حالا با کی و کجا دعوا کرده رو باید بفهمیم. بفهم. چی خبر؟ جام سرگرد فعلا که مرتضی رفته خونه، جیبش هم پاره بوده، پیرانش هم عوض کرده. خیلی خوب، من یه خود کار دارم برمیگردم، اگه خبری چیزی شد بهم بگی. فقط جناب سرگرد یه لحظه اینو نگاه میکنی؟ بعدا تشریف ببری، مهمه. چی شده سفری؟ جدید چیزی پیدا کردی؟ ببینی هیکل شبیه حمید ناصحیه، نیست؟ بعدش چی میشه؟ نیم ساعت اون تو میمونه، بعدش میره. نیم ساعت. خیلی خوب، به کارتون برسیم. خدا بفهم آقا، بفهم، راحت بشین. چای نهی بردم براتون؟ نه خیلی ممنون، نیازی نیست، متشکرم. بله میفرمودین. بله عرض میکردم خدمتون، همسر من برای یه کنفرانس دعوت شده بود ازمیر، اصلا دلیل سفرمون همین بود که رفتیم. آخر هفته هم بود و تعطیلات یه ما هم گفتیم. بله بله که بلیط هم داشتن که باید بر میگشن چهارشنبه. اینا رو فرمودین. مرتضی میگفتین که چجوری باش آشنا شدین، اومد پیشتون؟ خدا بیامرزتش، یکی از آشناهای اقوام دور خانومم بود. اومد و شما دیدیمش، بچه خوبیه، قابل اعتماد، کاریه. ماشینتون هم میدادیم بهش؟ الان ماشینتون چیه؟ یه شاسی بلند مشکی. آره برای انجام کار خوب ماشین رو بهش میدادیم، البته قبلا یه 206 بود که داده بودم دست خودش، ولی بعد که فروختمش برای انجام دادن کارا خب ماشین رو بهش میدادم. کی فروختین 206 رو؟ سه هفته پیش. یعنی قبل از اینکه بفروشین مرتضی همین ماشین چی شاسی بلنده رو سوار میشد؟ نه نه. مطمئنین؟ بله. روز آخری برای چی ماشین زیر پاش بود؟ برده بود تعمیرگاه سرویسش بکنه. آخه این مدتی که نبودم میخواستم بدم برادر خانومم باش بره سفر. این تعمیرگاه کجاست؟ سمت طالاقانی. خب لطف کنید آدرس تعمیرگاه رو حدوداً هم هر جایی که هست بنویسید. چشم. اون شب چرا اینقدر دیر رسیدین خونه؟ ساعت 8 از بانگا اومدین بیرون، 5 ساعت طول کشید تا برسین خونه. من چند جا کار داشتم، دنبال ارزم بودم، این مدتم که نبودم باید کارامو میسپردم دیگه. برای همش هم من شاهد دارم. چی شد تصمیم گرفتین 100 میلیون کمکش کنیم بابت دیه؟ سلام آقا. احبه آقا مرتضی، خسته نباشی. چکریم. این سویچ، این سند آقای سجادی، اینم الباقیش. دست درد نکنه. عجله نداری که؟ نه. خب یه دقیقه بی تو. چرا طوری شده؟ مرتضی یه دقیقه بی تو، خودت میفهم. چشم. بفهم. یا الله. برو. برو تو. بیا مرتضی جان. بیا. آقای مرتضی قربانی، دوستان، آقای دکتر کامرانی، آقای افضلی، حسین آقا رحیمی هم که. سلام. بیا مرتضی جان بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، بفرمایید، خواهش میکنم. شنیدی میگه بشین مرتضی؟ من اگه بهت گفتم بیای داخل به خاطر این بود که میخواستم بگم ما با این دوستان و همکارای خانومم حسین آقا رحیمی تونستیم 100 میلیون تومان پول جمع کنیم. که حالا ایشالا فردا پس فردا بریم سراغ اون اولیادم، اون خدا بیاموز، شاید بتونیم رضایتشو بگیریم.
ببین همه ما میدونیم لیاقتت تو بیشتر از این چیزی که الان تو زندگیت داری، بیشتر از این چیزی هم که ما برات جور کردیم. منتی نیستا. میخوام بهت بگم ببین همه ما به فکر اینیم که تو بری سراغ زندگیت، این مشکلات حل بشه. دست شما هم درد نکن. این تویی؟ نه. هیکلش که میگه تویی، موتورش هم همینه میگه. آقای من نیستم اصلا، نمیدونم اینجا کجاست. چی شده؟ کاری کرده؟ جلو قاضی و ملق بازی نداریم دیگه، تموم شد. آقای این موتور من نیست به خدا، من موتورم میشناسم. مرتضی چه ماشینی سوار میشد؟ گفتم شاسی بلند مشکی. کی؟ ها؟ کی دیدیش؟ 5-6 ماه پیش. 6 ماه پیش. مرتضی کلاً 2 هفته نیست که سوار این ماشین شد. وقت تو چطوری 6 ماه پیش دیدیش؟ من میخوام بدونم تو برای چی اینقدر دروغ و دبنگ سر هم میکنی؟ این در میبینی؟ هیچ کی تا حالا از این در بیرون نرفته که موقعی رفتن تونسته باشه به ریش من بخنده. اینجا رو با محله خودت اشتباه گرفتی برادر من. گندلاتی، زرنگی، گردنت کلفته، کرگدنی، واسه چی کشتیش؟ آقا به امام زمان من نکشتم. قسم نخور. این تو نیستی؟ نه من گرفتم همه چیش هم ردیفه. آره شما کاری نداری؟ این چیز نمیخوان؟ بنزینشو نگاه کم لیم میزنم آقا بذاری زنگ میزنم. چی کار میکنی آقا؟ این نه بابا بیرونی ول میچرخی برای خودت، چطور آزادی؟ با سند آزادم. و این چی میگه؟ این مال صاحبکارم. گفتی صاحبکارت خانومه؟ نه. چه صاحبکار خوبی؟ ما هم که گوشمون مخملی. دور از جون. میدونی الان که داری با این دک و پوز میگردی ستاره و از اوجا چطوره؟ نه بالا. حرف نزن، ببند دهنتو. اون دختره بدبخت الان هیچی نداره. مهریش هم به هوای این که تو بدبختی زندونی بخشید. بعد تو این بیرون داری خانوما رو میتیقی؟ ماشین میلیاردی گذاشتی زیر پات خیابونا رو گز میکنی؟ تو مردی؟ حمید آقا این مال من نیست، چجوری بگم باور میکنی؟ پس اون 100 میلیون کی داد به جوانشیر؟ صاحبکارم با چند تا از این دوستاش که مبلغی برای من جمع کردن. بابا ول کن این حرفا رو برای من تعریف نکن. کی توی دور زمونه برای 7 پشت غریبه از این کارو میکنه که برای تو بکنن؟ حمید آقا میخوای باور کن میخوای نکن، ولی این عین واقعیته. الانم من کار دارم، باید برم به ستاره سلام برسونم. وایسا ببینم اسم ستاره رو نیار بی وجود. تو مردی؟ امید آقا من همین الانشم با سند بیرونم. یه سندی نشونت بدم. امید آقا میکشمت. میکشمت. مگه دستم بهت نست؟ مرتضی من تو رو میکشم. من تو رو بزو بره. آها چی شده سبوی؟ این هنوز میگه من نکشتمش. چیز دیگه هم هست؟ نه جانم سبوی. خیلی خوب مغور میاد، تا شب مغور میاد. این تا تونسته دروغ گفته، میگه ترسیده بگم روز قبل دیدمش، تازه دعوا هم باش کرده. بفهم. فقط یه چیزی جناب سرور. چی؟ تو فیلم که متوجه شدین موتور میخوره زمین، آینه‌اش میشکنه. خب. ولی خب این موتور میره در خونه مرتضی، هم آینه‌اش سالمه هم لباسش فرق کنه. حتی بعیده. خب لباسش رفته خونه عوض کرده دیگه. سلام علیکم.
آینه هم همون شب رفته تعمیرات درست کردن. آدمایی هم که اونجا هستن حاضرن شهادت بدن. خب این به ضررشه که اینکه این همه دروغ گفته برای چی بعد اینو راست گفت؟ الان انقدر قاطی کرده نمیدونه چی و کجا بگه. آقا اگه اینو راست گفت چی؟ شما تمرکز تو بذار روی اینکه اون چیزایی که از مقتول برداشته رو کجا گذاشته؟ مخصوصا حلقه با این کارت بانکی. کارت بانکی. خدافظ. خدا نگهدار. سویل تلویزیون روشن کنم که اذیت نمیشی؟ نه روشن. تو هم واسه خود آرامش نذاشتی ها؟ اقلی تابستونه رو استراحت میکردی؟ چه بکنم دیگه، خانم شیخی گفت منم رفتم. از بیکاری که بهتره. تو مرتضیم که اصلا خونه نیست. کافه است دوباره؟ بله کافه است. این درسشو هم میخونه؟ والا من که ندیدم. جمشید جانم، یه چیزی میگم از سواری نشی ها، فقط میخوام باش حرف بزنی. چی شده؟ یادت بعد عید یه پولی گرفت واسه کلاس کنکور. خب اصلا کلاس کنکور ثبت نام نکرده. از کجا فهمیدی؟ مادر یکی از بچه ها که پسر بزرگش هم کلاس مرتضاست. یاشار، اسمشو شنیدی؟ آره، این یاشار مقدسی قدسی. همون. خلاصه این که تمام این مدت مرتضی به من رو با یاشار میره کلاس کنکور، ولی دیروز که سر صحبت باز شد فهمیدم اصلا کلاس کنکور ثبت نام نکرده. یاشار به مادرش گفته بود. اون وقت این پوله رو چیکار کرده؟ همین دیگه، نمیدونم. سلام کن. سلام. آره. این چند وقت پیش یه کتابی داشتی میخوندی، توش نوشته بود نمیدونم زیر گنبد دوار چیزی نیست جز دوزی و نمیدونم اینجور چیزا. چی بود اسم این کتابش؟ باد بادک. باد بادک. آره. گفتم که کلاس کنکور نوشتم. به من دروغ نگو. دروغ بهتون نگفتم، کلاس کنکور هنر نوشتم. بابا من عاشق نمایشم، نمیخوام وردارم پول خودم و شما رو برای کاری که دوست ندارم خرج بکنم. آیندم خیلی برام مهمتر از این حرف هست. معذرت میخوام باهاشون، من خود خسته بودم، ببخش من. زود بیا خونه. الو سلام. حالا چطوره؟ آره وای صحبت کردم. نه خیلی آروم. ببین میگه توی کلاسای کنکور هنر ثبت نام کرده. آره نه
من الان پشخطی دارم میام خونه باهات صحبت میکنم. قربان تو، خدا نگهدار. بگو رضا. کی؟ اومدم. همون قبلی است. آره خودشه. عجیبه، یعنی دوربینای اون اطراف ردشو نزدن؟ نه، گم و گور شده کلا. خب وقتی تو این موقعیت همه پولو میریزه به حساب ستاره ناصحی، یعنی این که جایی میخوری؟ نه، بریزم. بشین. دو تا حالت داره. یکی این که این پسر ناصحی بیرون آدم داره، میخواد یه کاری بکنه که مثلا ما رو فریب بده. فکر نمی کنم، مادر مرده اصلا بیرون ارتباطی نداره. اگه خود خواهر کارتو پیدا کرده باشه چی؟ پولو ریخته به حساب خودش که مثلا برادرشو نجات بده. کارت اگه خونه بود که ما پیداش کرده بودیم. درسنی دختره فکر نمی کنم اینقدر ریسک کرده باشه. احتمال قوی تر این که این آدم بعد جور سوتی داده، میخواد مثلا ما به حمید شک کنیم، غافل از اینکه اون خودش اصلا اینجاست. نکنه کار همین ولی دمه باشه. چی بود اسمش؟ جوانشیر. آره، ما تا الان رو این زیاد حساب نکردیم. جوانشیر اینقدر هم احمق نیست. اگه قتل مرتضی کار آدمای اون باشه، حتما تا الان فهمیده که ما این پسر رو گرفتیم. همچی اشتباهی نمیکنه. یکی از دعوای مرتضی و حمید خبر داشته، ولی نمیدونسته که الان تو بازداشتگاهه. پس زیاد بهش نزدیک نمیشه، اما شماره حساب خواهرشو داره. ببین مرتضی لباساشو عوض میکنه میره بنگاه، پس احتمالاً دوست نداشته کسی اونجا بفهمه این دعوا کرده. از آشناهاش هم کسی در مورد دعوا چیزی نگفت. پس اونا نیستن؟ نه، یا تو شاهدای صحنه دعوای آشنایی بوده، یا طرف کسیه که مرتضی تا وقت مردنش وقت داشته که ماجرای دعوا رو براش تعریف کنه. شاید همین حمید گفته باشه. اگه طرف آشنای حمید باشه باید بدونه که تو بازداشتگاه است. ولی باز برو ازش بپرس، بهش هم بگو که به صلاحش این دفعه راستشو بگه. فیلم این دعوا رو هم بیار من یه بار دیگه ببینم. چشم. مرتضی. سلام. سلام. من شام خوردم، گشنم نیستش. خوبی؟ آره. بابات خوب؟ نمیدونم، اومد کافه بعدم کار داشتش رفتش، نفهمیدم. درو میبندیم، یه ذره خستم میخوام بخوابم. الو. سلام. نه یه خورده کارم طول کشید. آره آره. ساعت چنده مگه؟ خیلی خوب، باشه باشه، تمام شد سری میام. خدا نگهد. من چرا تا آخر ندیدم این فیلمو؟ داره دنبال موبایلش میگرد. آه.
سوی داشت میتونی اول من اینو پول کنم دمت گرم خفتت کردن ها چی؟ مرتضا قربانی دیگه هشت نختی ها چی؟ او همجینی گرده برو پایین همون کاری که گفتم انجام بده برو آره خوبه بیا سبویی بیا کاش یه سرباز می آوردیم فیلم بگیره آره اتفاقی نیفتاده که خب زشت زایه است بر نزن خوبه سرجم شد 1 دقیقه و 10 ثانیه چرا بود این مسیر رو 10 دقیقه ای بیاد؟ میگم شاید این حمید دوباره بهش گیر داده خواسته اونو بپیچونه ها؟ نه حمید که میگه دومشو باشه رو کولش رفته پی کارش که انشالله این دفعه راست گفته باشه اما یه چیزی باید حواس مرتضا رو پرت کرده باشه آها شاید رفته تو این پارک صورتشو بشوره نه و خونه شون همین نزدیکی برای چی باید بره پارک حرف من تا این بیا خوبه من به این فرکی صبح گفتم باک پر باشه نگاه تا اضاف نخوره آدم نمیشه که باریکلا یه پمپ بنزین باز نزدیکای فردوسی باشه رفته اونجا بنزین بزنه یه تشبیهی براش بنویس چی؟ الان یعنی درست یادم نیستا ولی یه جایی بهزادی تو حرفاش میگفتش که بهش گفتن بره بنزین بزنه والا جناب سرگود دوربینا یه هفته است خرابه گفتیم بیان سرویس کنن هنوز نیومدن یه لحظه تشریف میاری بیان ببینین چی میگه چی میگه سلام این آقایی که ایشون فرمودن من دیدم آه. یعنی گفتن لباسش پاره است یادم اومد اینجا با این موتوری با هم آشنا در اومدن و هم بغل کردن و ماچو بوسه میکنن مخه قبلا دیده بودیش نه چه ریخی بودی لاغر نه متوسط نه معمولی بود با یه دماغ عقابی تو تقریبا زمانمون درسته پس بعد مدت ها همدیگه رو دیدن یکم آشنایی و بعدش هم با هم آمدن اینجا 10 دقیقه بعد از اینکه ماشینم گذاشتن دم بونگا بازم با همدیگه بودن درسته پس منطقا برو لپتاپ برده بیا سر کوچه هم که از این دوستم خبری نیست بزن بره عالی خیلی خوب حالا تو مرتضا برو از در خونه بیا سوار ماشین بشو خوبه برگرد بیا خوبه همینجوری بیا بگم بیا سوار شو حالا مرتضی رو نگاه کن فهمیدی؟ یه چیزی تو دستشه چیه؟
ببین الان وقتی میاد هیچی دو دستش نیست خب، ولی وقتی میخواد سوار شه این لحظه آخر. آها دستشو نگاه کن. آره آره، ولی چرا میاد جلو دوباره بر میگرده؟ نمیدونم. ما شاهکاری ما، من یه چیزو میگیرم تو یه چیز دیگر رو. نه من به چی دقت کردم؟ نه چی؟ چرا وقتی ماشین اینجا پارکه اینجا مثل تو از جلو نمیاد سوار بشه، میاد دور میزنه میره عقب دوباره بر میگرده بعد میاد سوار میشه؟ راست میگی آقا، این میخواد بره از تو صندوق عقب این وسیله رو برداره یا سوار ماشین شه دیگه. با یه سرعت عادی میری در صندوق عقب باز میکنی، یه چند ثانیه یه میزه برای گشتن، بعدش هم میری سوار میشه. آقا ملت مسخرمون میکنن. باز تو غور زدی سبویی؟ خوبه خوبه، برو 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 برگر برگر. آها بشمار. با یه سرعت عادی تو شدی 10 ثانیه که مرتضی تو 15 ثانیه این کار انجام داده، تازه عجله هم داشته. حالا اینکه ماشین بهزادی از ماشین ما بزرگتر بوده که اصلا فاکتور گرفتم. خب اینا الان یعنی چی؟ یعنی اینکه اون چی که تو دستش بوده اصلا از صندوق بر نداشته. احتمالا یه بابایی که اینجا همینجا با موتور منتظرش بوده، مرتضی میره سمتش، بعد اون شی مذکور مجهول از آدم مجهول میگیره و یه گپ مختصری با هم دیگه میزنن، بعد از همین برم که نزدیک بوده میره سوار ماشین میشه. یعنی زمان احتمالی که ما گرفتیم میشه چقدر؟ همون 15 ثانیه دیگه. همون 15 ثانیه. آره. اما نکتهش این هم تصاویر دوربینای مداربسته جلوی واگن. نگردو نگردو زوم کن الان. نوشابه؟ پس اونی که دستش بوده نوشابه است. پس نتیجه میگیریم که دوست خوب موتور سوارمون اینجا سر کوچه منتظر مرتضی بوده و احتمالاً اینا احتمالاً رفته از اون سوپرمارکت نوشابه گرفته. بخشش کن. بفهمین. یه 4-5 دقیقه بیا عقب‌تر. بله. خوبه. برجلو برجلو. خوبه خوبه. نگه دار. همینجا نگه دار. بفهم. همین دوست خوبم. نشناختی آجی؟ چکرتی. خوبیش مرتضی. خوبی؟ مخلصم. میزونی؟ میزونم. ایوان با ما تو آسمان ها دنبالت میگشتیم، تو پمپ بنزین پیدات میکنیم، جریان چیه؟ هنو همونقدر بیمزه ای؟ اصلا من آقای بامزه، تو به من بگو که تو رو قشنگ یت کرده، مست و ملنگ یت کرده. آقا ملت معطل نمیزنی؟ آقا ببخش ملت هم که معطل میکنی. آقا ببخشید. ایوان ایوان دمت گرم. مرتضی داداش میگم اگه وقت داری و سلشم داری بریم یه جا بشینیم، به قول شما بالا شد یکم معاشرت کنیم. هم وقتشو دارم هم حوصله‌شو. فقط یه دقیقه باید بریم من لباسم عوض کنم، ماشین صابکارم هم تحویلش بدم، بعدش بریم. فکرم ماشین خودتی که تو امروز دومین نفری. خدا به خیر. بشین پشت سرم بیا. Thank you.
این عکس رو میشناسین شما؟ نه من نمیشناسم. با تو هندی؟ بله. نه یعنی کار اینه؟ اطلاعات محرمانه است. پس مطمئنین که نمیشناسینش؟ نه اصلا آشنا نیست. نگران نباشیم حسین آقا، پیداش میکنیم قاتلو. چه فرقی میکنه قاتل کی باشه؟ این خونه مرتضاست؟ بله. این عکسی کی گرفتین؟ 2 هفته قبل از اینکه جوان مرد بشه. این چیه؟ این کدوم؟ این عکسی که وقتی رفتم خونه مرتضا روی دیوار نبود. گمونم مال دوران سربازیش باشه. مگه خدمت رفته؟ توی سابقهش که اومده معافی؟ 2 هفته رفت پادگان سفچار بیرجند که کارهای معافیشو ردیف کنه. مثل این که بهش بد نگذشته بود، خاطره های خوبی داشت از اونجا. حالا این ربطی به کشته شدنش داره؟ مرتضا جونم یه داشت آدم شما گر موشه جون. ببین من یه 2 دقیقه باید برم ماشین تحویل سابکارم بدم بیام. باشه باشه همینجاست 2 دقیقه میام. تو نمیای؟ من نه همینجا میپلکم. اومده جاب سرگور، پرونده مربوط به مرتضی قربانی. اسامی 49 نفر از یگان آموزشی 538 سفچار بیرجند همراه با عکس و جزئیات. خیلی ممنون. برو به کارت برس. سلیمی بله جناب سرم. تو چرا اومدی؟ بگو خودش بیاد. سلیمی رو که صبح برگه مرخصی رو دادیم بهش، اونم رفت رشت. من برگش امضا کردم؟ بله مادرش مریض بود. آها آره. حالا کی جاش هست؟ من. تو که افسر وظیفه ای جای اون وایسادی؟ منم تو دوره مرخصی آخر خدمتم، ولی آقای صالحی گفتن اگه جای سلیمی وای نسی بهش برگه مرخصی رو نمیدن. منم مجبور شدم جاش وایستم دیگه. رفیقیم دیگه. باش باش خیلی. این پرونده رو من بلش نمیخواد. یه لحظه سبوی بیا شما مرخصی. بله شما سبوی رفاقت. بعد جام سبوی بیجه لحظه. ببین من یه چند نفری رو انتخاب کردم، البته چنگی به دل نمیزنن و ولی تحقیق کن ببین اینا سابقه دارن یا نه. جاش در ضمن این به نظرت پسر چند سالشه؟ کی؟ همین مظنون به قتل ما. به نظر نمیاد همسن و سالای مرتضی باشه. راستش نه. خیلی خب ببین میتونی پیدا بکنی که افسر یا گروه وظیفه آموزشی اون یگان کیا بودن؟ جاش خیالتون راحت. ببینم چیکار می‌کنی ها. اگه جنگ بشه چی پدر؟ هیچ کس طالب جنگ نیست.
با جنگ همه چی از بین میره و چیزی به دست نمیاد. میدونم که با این قیافت میخوای بگی هنوزم ممکنه جنگ بشه. آره آره هنوز ممکنه جنگ بشه پدر. پس یه چیزی یاد بگیر. من یه تاجر کار کشتم. به پیشرفتایی که کردیم دقت کن. یکی از دوستای من هفته پیش کشتی عظیم تایتانیک رو دیده. یه هفته دیگه راه میفته و 5 روزه میرسه به نیویورک. این کشتی غرق نشدنیه. باید به اینا دقت کنی. نه مزخرفات یه جمشید چند تا شایعه ساز. آقا جمشید میگم خوب من میگم اون دختره مرده و ما به کمک همونو کشتیم. اینه که مهمه. منم میگم یادات نزن یا برو بیرون. خیلی خوب شد رفتیم اجراشو دیدیم. چند روز قبل داشت میگفت اصلا باورم نمیشد بابام جلو بچه ها ازم معذرت خواهی کرده. سایلا به نظرت الان نفر 26 کنکور 93 کجاست؟ مطمئن تو خونه شونه. خب ماشون مطمئن نباش. بفرمایید خدمت شما. این خودشه؟ آره دیگه خودشه. پرسجو کردیم خونه زندگیش تو بیرجنده. با آقای بیرجند هم هماهنگ کردیم تا یه چند ساعت دیگه خبر میده. باریکلا راه افتادی یا؟ مخلصیم. تو مخلصی؟ اونم تو این لباس؟ نه منظورم اینه که چی بگم خب؟ باید بگی سپاس جناب. بگم الان سپاس جناب؟ من با شما شوخی دارم. سپاس جناب. بفهم. چرا خوش گذاشت بابا؟ تو که 20 روز اونجا بیشتر نبودی. من پوستم کنده شد. انقدر اضافه خوردن تش موندم هم اونجا. انقدر موندم اونجا اونجایی شدم. انقدر اونجایی شدم تش هم اونجا زنگ گرفت. انقدر هم از اونجا زنگ گرفتی که بابا عربا خیکم همون یک کم از سرم زیاد بود. پوستم کنده شده. دو ماه پیش این صابخونه کشیده رو اجارم چه کشیدنی. مجبور شدم زنمو بزنم پیش پدر زنم بیام تهران ببینم چه غلطی میتونم بکنم. الان اجاره اونجا هم اینجوریه؟ همه جا یه جوره دیگه. اگه هرم لقمه هم یه 2-3 تومن طلب دارم داره ولی من که جون به اسرائیل میده. حالا تو باید دیگه بدی؟ من آره یه 100 تومن جور شد ولی رضایت ندادن گفتن کل دیگه رو میخوام. چجوری 100 تومن جور شد؟ جور شد دیگه. حالا شاید 100 تومنه رو برم بدم به ستاره. زنت؟ خل شدی؟ امروز که با داداشش بحثم شد گفت حال روزش خوب نیست. خوب نیست که نیست به تو چه؟ حالا من تو زندگیش نبودم خب اوضاعش این نبود که خانم مهندس شده بود برای خودش یه جای مشغول کار بود. بابا حداقل یه شوهر بهتر از من داشت. ایوونه ای تو به قرآن. حالا چجوری میخوای بهش بدی؟ یه شماره حساب از قدیم ازش دارم فکر کنم. اینا میگم تو گشنت نیست؟ بفرمین. آه ببخشید غذاتون رو بخورین بعد مزاحم میشم. بیا 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 تو وقت نمی کنم که. از آقای بیرجن تماس گرفتن رفتن خونه پدرزن این اسخر شناس خوش. زنش هم گفته که خفش در روزی هم هستش که گوشش خاموشه ازش خبر ندارم. آره منتها این پدرزنه که همچین دل خوشی هم از اسخر نداشته گفته این فقط بعضی وقتا زنگ میزنه و با دخترش حرف میزنه. آه یه شماره هم داده به اسم حافظی نامی که ظاهرن 1-2 میلیون اسخر از این میخواد تو تهرانه. بعد گفت فکر کنم از طریق این راحت‌تر بتونیم پیداش کنیم. حالا چیکار کرده؟ شما فکر کن بدهی داره. چک داده دست مردم یا سفته؟ شما تماس بگیر. چش الو سلام از یارب خانم حافظیم ارادت دارم
میگم این اصغر آقای ما هرچی گوشیشو میگیریم خاموشه. تو خونه هست؟ آه بله. قرض از مزاحمت این که این پولش آماده است. بگیم بیاد بگیره. نه خانوم، پدر منم در اومده. نه نقده، شماره حساب به کارم نمیاد. فقط خانوم بگین پول جوبشو پیدا میکنه، جلدی بیادش. آره قربانه، به سلامت. میگم سرکار من پول ندارم بدم به این تنه لشا، تا اومد جلدی بگیرینشو. آقا دست شما رو نکن. میشه جان. چاکرم. به جونه داشت مرتضی اگه بذار حساب کنی. نه آقا این سری مهمون منه. این شرفی داداش بزرگی گفتن، کوچیکی گفتن، ناراحت میشم. باش. و من الان پول ندارم که، تو حساب کن بعدا به من از من بگی. بله. آقا چرا شد؟ قابل شما رو نداره، 32 تومن. بفهم. رمزتون؟ 4-4. دست درد نکنه. چی کار داره میکنه؟ نمیدونم والا. چه دیوانه این که داره مغازه رو میبنده. آره چی کار میخواد بکنه؟ نمیدونم والا. حالا بذار بیار ببینیم چی میگه. چی شدم اون؟ آقا این امشب نمیاد، منم خستم باید برم خونه. امکانش از شب یا بخوا بیاد دم خونتون؟ آدرس خونه منو ایشکی نداره. شما برین فردا بیان. فقط یه سوال، شما با این برو بیاد اگه دو تومن پول این بدبخت رو داده بودی الان اوضاع چطور بود؟ نظرتو میخوام بدونم. آها شب شما بخیر. آقا حافظی یه دقیقه بیا پایین. به اصغر آقا چشم ما روشن. شنیدم اگه خدا بخواد این دفعه دیگه میخوای پول ما رو بدی. بله قربون شکلت. چرا ندی؟ من کل منتظرت شدم. چقدر دیر کردی تو؟ دیر شد دیگه، این موتورم تو رو اذیت کرد یه مقدار. اشکال نداره، بیا بریم. بیا بریم تو مغازه است بهت بدم. مغازه برای چی؟ پولو که تو جیبم نمیذارم، تو مغازه است، بیا بریم دیگه. آقا حافظی سر کارمون نذاری یا اصغر دست برد قربون شکل. سر کاری کدومه؟ تو از ما از این چیزا دیدی؟ والا کم نه. به جون اصغر الان چند روزه که پولت آماده است، ولی هر چقدر من شمارتو میگیرم هیچکی برام نمیاد. اصلا خاموشه. کجایی تو؟ یه گرفتارم دیگه. ای بابا این گرفتاریای تو هم تمومی نداره. صبر کن من در باز کنم. فقط قربونت این دره یکم سنگینه، یک کمک میکنی با هم بکشیم بالا؟ دست درد نکن. بفرم برو تو ببینم کار میکنی؟ تو هم چه قلق؟ درو چی میاندی؟ درو باز کن بهت میگم. برو برو برکو بچه پرو برو نمیخوام. درو باز کن. صدا نده ما نمیکنی. نه یه پولی نشونت بدم حال بیای. صبر کن. الو جناب سرمان کجایی شما؟ زنگ گرفتمش، تو مغازه است، جلدی بیا. زندگی تو آتیش میزنم. چی کار داری میکنی؟ اصغر اون فرش عتیقه هست؟ اصغر نکو، جون مادرت آتیش دست هست. نکو اصغر آقا، نوکرت هست. باشه باز کن. منو میخوایی دادر کنی؟ بیا بارو بیشم، بازش کن. بیا هر چیز دارم. یکی سانو بینم. تیت شعالت میکنه. باشه.
بابا کجا این در رفت؟ برای همین کوچه بغلی بودو در رفت رفت تو این کوچه بودو این جفای تو شکوه نکردم تو بیا تا دور تو گردم ای یار جانی دوباره بر نمی گردد دیگر جوانی یعنی حالا تو داری مهمون ناخونده میبری؟ این حسین آقای ناراحت نمیشه؟ نه ناراحت که نمیشه فقط ببین بعد از رو دیوار بریم بالا چرا؟ چرا که یه هفته از رام نمیده دیگه و بعد تو خودت هم توفیلی هستی یه جورایی گداره اولی نخش اینجا اومدی چیکار؟ ما دستشویی دارم دو ساعته تو جاده هم که خیلی زایم یه دو دقیقه پیش موتور باشتم الان میام چشم امره دیگه نمیترسی که یه برو آقا از اینجا تا به بیرجن سه گداره گداره ولی نقش نقش و نگاره گدار دومی مخمل بپوشم گدار سومی اسقر آقا دیدار یاره اسقر بدیم اسقر آقا من آتیش کردم اسقر 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 آقا کجا غیبش اسقر مرتضا ببخشید 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 ببخشید
رضا. خدا من هر کاری کردم ارو بدبختی کردم. من بچه‌ام دو روز بود داشت تو تب میسوخت، من یک قرون نداشتم. بالاخره باید یه پولی جور میکردم میریختم میبردنش دکتر یا نه. مخ این دلیل داشت که آدم بکشی؟ به پیر به پیغمبر قسم نخور. من گفتم مثلا اینو بزنم پولاشو بردارم برم. اگه میدونستی پول داشت خودش که میگفت 100 میلیون داره، اما بی وجدان 2-3 تومن بیشتر تو کارتش نبود. خونه‌شم گشتم خدا وکیلی هیچی پول توش نبود. من چه میدونستم داره قپی میاد؟ این آدم رفیقشو به خاطر چندر قاس میزنه ناکار میکنه. ولی به خاطر 100 میلیون ناکار میکنه؟ نه به جون بچم. من آخه عقل داری تو؟ به فرض که تو حسابش هم پول بود چجوری میخواستی 100 میلیون رو برداری؟ والا من دیگه اصلا به اونجاش فکر نکردم. من اسم این 100 میلیون اومد رفت تو مخم دیگه. پولو برای چی ریختی تو حساب ستاره ناسه‌ای؟ خدا بیمارس خودش هم همین کارو میخواست بکنه دیگه، برام گفته بود. یه دو سه رو گذشت دیگه منم به فکرم زد، گفتم حداقل پوله رو برسم به حساب زنش. برحال وصیتش هم بود دیگه. وصیت اگه 100 میلیون هم بود بازم میریختی؟ شماره حسابش از کجا بردی؟ شمارهش که تو موبایلش بود، یعنی اصلا خودش بهم نشون داده بود. مگه موبایلش گم نکرده بود؟ نه. پس اون روز که با موتور یک ساعت وایساده بودین دنبال چی میگشت؟ دنبال حلقه ازدواجش میگشت. گفت مثل اینکه تو دعوا عدسش در اومده گم شده. آقا شما نمیدونی من اصلا تو این چند روز چی کشیدم. چند بار میخواستم بیام اینجا خودم رو بهتون اصلا معرفی کنم. میمیرم. پس واسه خاطر همینه که وقتی مامور اومدن دنبالت مثل آهو میدویدی؟ آقا شما اصلا بگو سوسک. وقتی بفهمه میخوام بکشنش خب غریزه است دیگه، فرار میکنه. این که برای یه بدبختی پاپوش درست میکردی داشتی غریزی رفتار میکردی ها؟ آقا شما چرا اصلا درک نمیکنی من چی میگم؟ به جان مادرم من نمیخواستم بکشم. من گفتم اینو میزنم پولاشو برمیدارم. اون شبم زدمش، برگشتم دیدم انو داره چشاش بازه، منو همینجوری داشت نگاه میکرد. نمیدونم چه راحت نمیشد خدا بیامرز. اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم دیگه. چشمان بستم زدم دیگه، همینجوری زدم. صابخونه میومد جلو چشم میزدم، پدر زنم میومد جلو چشم میزدم، بدبختی هم میومد جلو چشم میزدم، همینجوری داشتم فقط میزدم. بفهم سپرده دست شما. تشو در بیاریم ببینیم دیگه به خاطر غریزش چه کارا کرده. جاب سر بود جانم. به نظرتون راست گفت مرتضی حلقشو گم کرده؟ گم کنم. خب پس چرا این پسر بونگایی به ما دروغ؟ مرتضی بهش دروغ گفته. داشته دنبال چیزی میگشته، ازش پرسیدم خب چیه؟ از یه چیه دنبال چی هستی؟ گفته موبایلم. من فکر میکنم که مرتضی هنوز عاشق ستاره بوده اما نمیخواسته کسی بفهمه. شبت بخیر. مخلصی. الو، حال احوال آقا مرتضی؟ خوبی بسرم؟ نه کاری چیزی نداشتم، فقط زنگ زدم بگم آقا ما خیلی مخلصیم. منم دوست دارم برونه تو. باش میام خونه با هم دیگه حسابی حرف میزنیم. قربونه تو. قربونه تو. خدا نگه دارت. عید قربانم خوبه.